باغبانان فصل فردا از جنگل سبز ساقه ها رویدم، تنومند و بیشکست، شرف بودن. چنین محله‌ای محل سکونت یک خانواده کارگری بود، خانه قدیمی و فقیرانه. پدر خانه کارگر سازمان آب و برق شهر آبادان بود. فقر مالی و کمبود امکانات و بهداشت عواملی بود که فرزندان این خانواده را از کودکی با مفاهیمی همچون درد، رنج و استثمار آشنا کرد. با ما بیایید تا با زندگی یکی از آن فرزندان از خطه خونگرم خوزستان آشنا شوید. نامش خسرو بود، خسرو صحرایی، میلیشیایی جوان و پرشور که بهاران زندگیش را فدای خزان خلق خیش کرد تا باز هم آزادی در بهاری دیگر بشکوفد. خسرو پدری داشت که تحت تأثیر افکار ملی‌گرایانه و ضد استعماری دکتر مصدق بود. او همیشه به مبارزین و آزادی خواهان احترام می‌گذاشت. این افکار آزادی خواهانه باعث شده بود که پدر فرزندانش و از جمله خسرو را تشویق به کسب عقاید سیاسی و اجتماعی کند. خانواده‌ای به شدت مخالف رژیم سلطنتی بستری بود که خسرو در آن پرورش یافت تا اینکه به بهار آزادی رسید. هرچند که این بهار عمری کوتاه و گذرا داشت. خسرو در زمان انقلاب ضد سلطنتی 14 سال داشت، اما فعالانه در تظاهرات علیه رژیم شاه شرکت میکرد. دوران نوجوانی او همزمان بود با سالهای 58 تا 60، زمانی که هنوز میشد از آخرین قطرات آزادی در صحنه سیاسی استفاده کرد. آن زمان خسرو که نوجوانی پرشور بود با سازمان مجاهدین خلق آشنا شد و به زودی دریافت که خمینی و ارتجاع حاکم به اعتماد خلقی که برای او فرش خون گسترد خیانت کرده است. خسرو فهمید که خمینی فقط دم از اسلام میزند و نه تنها اهداف آزادی خواهانه‌ای ندارد، بلکه برعکس بزرگترین دشمن آزادی هاست. خسرو می دید انقلابی که با خون بهترین جوانهای میهن و بر امواج خروشان مردمی رقم خورد، حالا توسط گرگی در لباس میش به سرقت برده شده. او می دید که انقلاب ربوده شده و برای باز پس گرفتن حق مردم و آزادی ها باید باز هم کمر همت بست. پس به هیئت مینیشیای مجاهد خلق در آمد و عزم کرد که بهای این آزادی را هرچه باشد بپردازد. قلب ها سرشارند، کوچه ها بیدار، ابر ها پربارند، لحظه باریدن در همین نزدیکی است. رقص پولاد میان تن شهر، خشم سوزنده تبدار صدای پیش داد، شعله ای نابتر از قلب صدف، پرچم سرخ سحر عزم جنبش دارد. شهر از شوق به خود می لرزد، شهر از شوق به خود می لرزد. بعد از اینکه دادستان ضد خلقی آبادان فشار را بر نیروهای انقلابی
و به خصوص مجاهدین افسایش داد، خسرو آبادان را ترک کرد و عازم تهران شد. از آن زمان به بعد تهران صحنه ادامه فعالیت‌های او علیه ارتجاع شد و لحظه ای از مبارزه با رژیم خمینی دست بر نداشت. در دوران مبارزه افشاگرانه سیاسی، یعنی فاز سیاسی، خسرو برای اینکه بتونه به سازمان کمک کنه بنایی میکرد و پول ناچیزی رو که به دست میآورد به سازمان میداد. در تظاهرات و میتینگ ها شرکت میکرد تا اینکه به 30 خرداد 60 رسیدیم، وقتی که ارتجاع با به رگبار بستن مردم بیدفاع چهره واقعی خودش رو به نمایش گذاشت. سی خرداد سرفصلی در زندگی مبارزاتی خسرو بود. عزم او برای ادامه راه مصمم تر از همیشه شد. آن روز او دریافت که تنها راه در افتادن با این رژیم خونریز که تظاهرات مسالمت آمیز مردم را با رگبار مسلسل پاسخ بیدهد، قهر انقلابی است. رشادت و دلاوری خسرو در تظاهرات چشمگیر بود. یادم یک روز در تظاهراتی در شیراز، وقتی دید که اوباش چماغدار به صف خواهران میلیشیا حمله ور شدند، طاقت نیاورد. خودش رو سپر اونها میکرد و با دلاوری ایستاد و ضربات چوب و چماغ اونها رو متحمل شد تا به این شکل از خواهران مجاهدش دفاع کنه. اون روز آخرین بار بود که خسرو رو دیدم. میخواستیم به تظاهرات بریم. یادم میاد اون روز خسرو حمام کرد، لباس نو پوشید و سر حال و شاداب شروع به نوشتن وصیت‌نامه‌اش کرد و رفت. بعد از اون دیگه خسرو رو ندیدم. ولی هیچ وقت یادش از دلم بیرون نمیره و همیشه در قلب و ضمیرم زنده است. سرخگلی از باغ شهیدان میلیشیای مجاهد خلق. خسرو این شرکت در تظاهرات توسط بسیجیان لباس شخصی با وحشیگری و خشونت دستگیر و روانه زندان شد. مزدوران وقتی با مقاومت خسرو روبرو می شوند به پایش شلیک می کنند و او را با خود می برند. شهریور 1360. بعد از یک هفته شکنجه های وحشیانه، تیرهای شقاوت دشخیمان بر سینه خسرو نشست و بهاران زندگی او را پرپر کرد. او هنگام شهادت هنوز به سن قانونی نرسیده بود و 17 سال داشت. خسرو در آخرین لحظات زندگیش شعار می‌داد: مرگ بر خمینی. پیراهنی زرنگ به تن کرده با قلب خونفشان، این لاله‌های شهری از گوت‌های جنوب شهر می‌آیند. این لاله‌های شهری از نان و از رهایی حرف می‌زنند. این لاله‌های شهری آیا در توپخانه، در جاده قدیم شمیران، در اوین پژمرده می‌شوند؟ نه. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم عن ربهم. من خسرو صحرایی، فرزند محمد علی، متولد آبادان، با آگاهی کامل و صدق گفتار راه سازمان مجاهدین خلق ایران را انتخاب کرده ام و هیچ کس مرا مجبور به قبول عقاید و افکار این سازمان نکرده است و تا آخرین قطره خون خود را در راه آرمان مقدس مجاهدین که همانا اسلام انقلابی است فدا خواهم کرد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. در گذرگاهت سرودی دیگرگونه آغاز کردم. من برگ را سرودی کردم سرسبز طرز بیشه. ما
من موج را سرودی کردم پر نبض طرز انسان. من عشق را سرودی کردم پر تب طرز مرگ. من موج را سرودی کردم پر تب تر از حیات. من مرگ را سرودی کردم. من مرگ را سرودی کردم. باغبانان فصل فردا از جنگل سبز ساقه ها رویدم تنومند و بیشکست شرف بودن.